سلام و احترامات یک بار دیگر امالای احمد زید در خدمتتان با بونجو کمپتیوت یا سلام هموطن دوستای گرامی شما رو باز خوش آمدید میگیم با درس چهارم. درس چهارم ما شما کستک لنوم بخز البته اعداد میخوانیم امروز شما چه قسم اعداد می خوانین چه قسم روزمره مشکلات تان حل میکنین در پول و یا به شماره تلفن و غیره و غیره دیگه دوستای گرامی اگر در چینل ما نو هستین لطفا سبسکرایب کنین تا که از درس های بعدی محروم نمانید و اگر مرد دوستای سابقه هستین یا دوستای هستین که همیشگی ویدیو ها رو میبینین لایک کنین شیر کنین موتیویشن نظریات تا پیشنهادات تا انتقادات تا در انتظارش هستیم دیگه وقت تا نزایی نمی کنیم بیاین که آغاز کنیم دوستای گرامی در این بخش به شما در نظر گرفتیم که درس اعداد بر شما بدهیم کو از سفر آغاز می شود تا 20 است چه قسم پیشنهاد چه قسم به شما پرزنتیشن یا پیش می شود و اکسرسایز میکنیم دیگه دوستای گرامی در قسمت از این که ما درس آغاز کنیم از او که قبلا از شما تقاضا میکنیم پیشنهاد میکنیم ریکوست میکنیم لطف کرده یک قلم بگیرین کتابچه رو بگیرین زمانی که یک درس را میخونین او رو پرکتس کنین حداقل یا یک موضوع را به طور مثال شما نوشته میکنین که زیغو امی زیغو را یک قلم کتابچه رو بگیرین یک ده بار نوشته کنین یک لطف کنین <تصفح> همراه ما تعقیب کنین به شما وعده میده که در آخر البته در آخر یک ماه یا یک و نیم یا دو ماه شما نتیجه را خواهد دیدید و بعدا نظریات شما را البته پازیده انتظار شه دارم پس از شما تقاضای بنده همین است که چیز میگم با همو عمل کرد داشته باشین پس قلم کتابچه را بگیرین البته این قسم صفر نوشته نکنین که عددی باشه به یک قسم بنویسین زیرو چه قسم زیقو نوشته میشه؟ Z E زیرو ز... درست است؟ پس شما اینمی سپلشه یک ده بار نوشته کنین بعدا دیگه شه بعدا دیگه بعدن دیگه باز انشالله رحمان ما شما در آینده نتیجه شه میبینیم سعیز؟ باز بیان که آغاز کنیم دوستا طور معمول میخوانم امرای ما تکرار کنین خب آغاز از سفر. سفر چی میکنیم؟ از صفر صفر چی میگه؟ زیغو 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 بعد این است یک آ آ آ آ, آ. بعدی عدد که است چیز؟ دو ما شما دو میگیم نه؟ یک کمک تغییر تلفظ دو 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 بعد هستک سه میگم نه تخوا 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 کوشش کنین آره مثل خی وار تلفظ کنین تخوا بعدیش که هستک چهار میگم نه بعضی دوستا یا بعضی افرقای ها کتر میگن ما شما چی میگیم کتخ 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 4 عدد بعدی چند داریم؟ پنج. چی میگیم؟ سنگ سانگ. 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 بعدی عدد ما شما چند است؟ سیس. درست است؟ چه قسم تلفظ میکنیم؟ سیس. 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 عدد بعدی ما شما چند است؟ افت است. درست است؟ پس هفته چه قسم تلفظ میکنین؟ ست 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 عدد بعدی ما عشت است چه قسم میگیم؟ ویت 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 عدد بعدی نوس چه قسم میگین با فرانسوی؟ نف 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 عدد بعدی ما شما چند است دیس میگیم نه. ده میگیم ببخشین بف... ده میگیم نه به فرانسوي چی میگه دیس. دیس 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 بعدی که م... امرای ما شما د لسته چی است یازده چه قسم میگیم به فرانسوي اونز 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 انز. عدد بعدی ما چی است؟ دوازده دوز. دوز 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 عدد بعدی همراه ما موش شما چی است؟ سیزده تخیز 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 عدد بعدی چارده چه قسم میگیم؟ 14 14 14 بعدا ما شما داریم 15 چه قسم میگیم به فرانسوی کنز 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 عدد بعدی 16 است چه قسم تلفظ میکنین سیز 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 بعدا چی داریم اک ابدا چه قسم تلفظ میشود به فرانسوی دیست 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 بعدا امرای ما شما چی هستک اجده دیز ویت دیز ویت دیز ویت دیز ویت عدد بعدی داریم اک نوزده چه قسم تلفظ میکنیم به فرانسوی میگیم دیزنف دیزنف دیز نف. دیز نف و آخرین عدد ما موش شما چی می باشد؟ بیست بیست چه قسم تلفظ میکنین؟ و بعضی دوست ها وا گفته میتونه بعضی ها وانت دلتون که البته معمولا در فرانسوی تی تلفظ نمی شود خب بازم اگر تلفظ کنین مشکل نیست و و و وا. یا وانت 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 خود دوستای گرامی در اینجا یک چیز متوجه شوید ببینید زمانی که از ده بالا می شود صدای هر یکی از اینها تغییر می کند که 11 چه قسم می گفته میشه 12 13 14 تا 16 را بعد از 16 ما شما ببینین متوجه هستیم که اینجا چی نوشته کده دیز set. مطلب دا و افت صحیح است دا افت به معنی از خانه ده ها جمع افت ده ما چند است؟ ده و افت درست است؟ به قسم اجده رو ببینین ده اشت 18 شد بعدا نوزده ببینین ده نو به قسم خب دوستا ای درس ما البته ای سلاید یا درس سفر تا بیست به پایان میرسه میریم به سلاید بعدی دوستا قبلا ما شما یاد گرفتیم که چه قسم از صفر تا 20 یاد میگیرین حالا ما شما یاد میگیریم که چه قسم از 20 تا 100 حساب کنیم پس بیاین که آغاز کنیم که بدون از وقت ضایع شود ببینین وانت یا وا خب بیاین وانت تلفظ میکنیم که تیش وانت 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 حالا اگر بگویم که 21 چه قسم میگیم؟ وانتیا 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 زمانی که میگین 22 چه قسم میگیم؟ وانتی دو وانتی دو وانتی دو وانتی دو. وان دو خود دوستا حالا بعد دوستا خود گفت که چه قسم خیلی بعدیش حساب کنیم بعدیش فقط 20 در مقابلش میگذارین و گفته میرین وانتی دخواه 24, 25, 26, 27, 28, 29. چی میشه؟ ده تغییر میکنه نه؟ دیگه بعد از 29 شما خو نمیتونیم که بگیم بیست و درست است نه؟ پس چی میشه؟ سی در میان میه. سی را چه قسم میگین؟ تخانت. Trente, 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 تخاند حالا اگر شما بگویند چه قسم 31 میگیم پس میایم باز به می جدول گذشته میو شما که از 0 تا 20 یاد گرفته بودید چه قسم میگن 31 a 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37, 37, 38, نف 39, نف درست است؟ مثل قبلن که قبلا به شما گفتم که ده و افت میشه اینجا شما چه قسم میمانین؟ اول میگن سی و افت سی و اشت سی و نو به این قسم درست است؟ خود دوستا بعد سی چند است؟ چلس درست است؟ پس چلس شما چه قسم تلفظ میکنین؟

کخانت نف چی میشه بعدا؟ سکانت سکانت دوستا چنده میگه؟ پینجا درست است؟ پس پینجا را امرای مطلع لفظ کنین سکانت 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 سکانت, سکانت. پس حالا اگر بگویم که چه قسم پینجا و پینجا و یک پینجا و دو میگیم بعدا باز به با می جدول گذاشته میرهیم سکانت یا سکانت دو سکانت تخواه سکانت کطر سکانت سنک سکانت سیس سکانت ست سکانت ویت نف یا سکان نف چی می کنیم به سوه به معنا ازی که شست درست است پس شست چه قسم تلفظ می کنین سوه سانت سوه حالا اگر بگوین که چه قسم شست یک میکین 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. درست شد؟ حالا که نو شد بعد از نو خودتان می که تغییر میکنه بعدا. درست است؟ پس بعد از 69 چی میگه؟ 70 میگه پس چه قسم اینجا میگین؟ سعی کنین؟ میگین که 60 و 10. خوب متوجه باشین دوستا حساب فرانسه یک کمک کاره فرق میکنه با حساب ما شما درست است ما شما خلاصه میگیم هفتاد ولی اینجا چه قسم گفته میشه میگه شست تو ده پس چه قسم تلفظ میکنین سوسان دیس سوسان دیس سوسان سو سو حالا اگر بگوین که چه قسم 71 یک افتادی دو میگیم بیاین که تکرار میکنیم soixante onze soixante اونز soixante اونز پس حالا می که افتاده سی و افتاده چهار یاد بگیریم پس بروین ببینین سوسانت سو اونس سوسانت نه پس ببینین از اینجا آغاز نمیکنیم ما شما از این قسمت آغاز میکنیم درست است؟ خب

پس دک پوره شد به کجا می رسیم؟ به اشتاد میرسیم پس اشتاد چه قسم میگه؟ کت پس دوستای گرامی در این قسمت به شما یک چیز را واضح می سازم خب فکر نکنم که بعضی در زبان های ما داشته باشه ولی شاید و به طور امکان موجود است که شما شنیده باشین در باره و او چی است شما زیاتر اگر پشتون های سابق و یا کوچی های سابق دیده باشین اونها چه قسم حساب میکرد میگه دو شلی شپک شله سلور شله صحیح است دیگه دو شل یا دره شل یا شپک شل به معنای چی بودک به معنای ازی بودک زمانی که میگه که شل یعنی سه دانه بیست صحیح است یک حساب است که در بین زم... مردم های کوچی های ما بسیار مروج است و به این قسم حساب میکنه مثلا میگه شپک شلی یعنی شش دانه بیستی شش دانه بیستی چند میشه یک بیست پس فرانسوی تخمینا امو چیز است ببینین گفته شده که کت خوان کت خوان به مانا عزیز کت خوانده نه؟ چار و وان بیست یعنی چار دانه بیستید پس چار دانه بیستید چند میشه برادارا چار دانه بیستی ما اشتاد میشود درست است؟ پس ای این موضوع پس بیایم که تکرار کنیم. کطخبا کطخبا کط خبا کط خبه زمانی کی میگویین هشتاد یک کط خبه ا کط خبه ا کطخبه ا کط خبه ا بعد هشتاد دو کط خبه دو کط خبه دو کط خبه دو کط خبه دو کطخبه دو حال اگر دگایشه میگوین کط خبه تخوه 84, 85, 86, 87, 88, 89. خواه دوستا. باز ده پوره شد. ببینیم که چی تغییرات میه. 89 گفتیم پس حال به 90 رسیدیم نه؟ به 90 ببینیم چه قسم گفته شده؟ 80. به معنی از این که 4 دانه 20 و ده درست است؟ چهار بیستت اشتاد و ده نود. به قسم پس بین که تکرار کنیم کت خوبه دیس پس از او بباد نود یک است کت اونز کت خوبه اونز کت دوستا زیادتر امکان داره که شما این زیاد استفاده کنین مثلا دوستایی که در ساحه 91 92 93 سک. البته در شار پاریس شما کودش میگین نه میگه کجا زندگی میگینی میگه کات خوان 11 کات خوان 2 13 درست است به قسم خب تکرار کنین 81، خوان 92.

98 98 99 99 با چند رسیدیم 100 100 100 خود ای اعداد ما شما از 20 الی 100 آموخته. حالا می که اعداد از 100 الی 1000 بیاموزیم چه قسمی آموزین بیاین که آغاز کنیم عین موضوعی گذشته است صرف بعضی چیزها بسیار کوچک کوچک تغییر کرده زمانی که شما میگین صد چه قسم میگین سانت سانت مثلا میگین که چه قسم به طور مثال یک میگین که یک چیز قیمتش چند است و آنها میگه که صد چه قسم میگه سانت به قسم اگر بگوید که یک صدی یک است سانت ا سانت اه. اگر فیمینن باشه یعنی به با معنای ازی است که مؤنث مو، استفاده کنه سانت اون سانت اون سانت ا سانت اون متوجه هستین خب بمی ادامه عین موضوع شما پیش رفته ساند سانت ا سانت دو سانت خواه سانت سنگ این قسم تا صد دیگره زمانی که شما به دو صد میرسین چه قسم میگوید دو سانت دو سانت دو سانت, دو سانت. بعدا دو سانت ها دو ها, دو, سانتخوار, دو هم تخو سانت خواه دو سانت کت همی قسم به ادامه رفته برین بعدا چی است که چه ست چی قسم میگین تخوا سانت،, تخو سانت بعدی چی داریم اک چار ست چی قسم میگین کت سانت بعدی چی داریم پاین ست چی قسم میگین سنگ سانت 5 سانت 5 سانت عدد بعدی ما چند است 600 30 سانت 30 سانت ببخشید 30 سانت 30 سانت بعدی چی داریم یک 700 چه قسم میگیم 7 سانت 7 سانت 7 از با 800 است چه قسم میگین 8 سانت 8 سانت بعدا نفساند 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 بعد از 900 ما شما چند داریم؟ هزار داریم نه؟ چه قسم میگین؟ میل 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 حالا اگر شما بگوین که یک هزار یک چه قسم میگین؟ میل ا میل ا اگر بگوین دو هزار چه قسم میگوید؟ دو میل دو میل دو میل اگر بگوین 2001 دو, دو میل اه. دو میل اه. اگر بگوین که 2005 2005. میل سنگ. خود اگر زمانی که شما بگوین که چه قسم تاریخ تولد خود با کسی بگویم اگر شما در سال‌های 2000 پیدا شدید بگوین که دو میل ا اگر پتاور مثال 2005 پیدا شین دو میل 5 مثال بعد دوستان ما تک در 2003 پیدا شد دو به قسم درست است حالا اگر شما که هم تاریخ تولد تانه میگین مثلا در سال نوز... در سالهای 19 پیدا شدین چه قسم میگین میل سعی کنین این قسم میگین که میل نفسان کت سنگ طور مثال گفتین که یک هزار نو سد و سنگ كتخون سنگ البته اینجا سنگ نداریم بیان که یک چیز دیگر را بگوییم به طور مثال شما در سال 1981 پیدا شدین چه قسم میگین؟ میل نفسان کتخوان ا میل نفسان کتخوان ا یعنی شما پیدا شدین در سال 1981 یک قسم درست است؟ پس اعداد در اینی جاهای استفاده شستک چی شما خریداری میکنین چی شما به کس تاریخ تولدتان میگین و غیره و غیره پس باز هم دوستای گرامی از شما تقاضای بنده این هسته که قلم کتابچه را بگیرین البته اعداد به من ننویسین یه قسم دو سفر دو سفر دو سفر ننویسین مهربانی کنین سپلش بنویسین مثلا می نویسین V I N G T واند 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 ده بار را بنویسین ده بار دبار ده ده بار ده بار ده بار و همراه ما تکرار کنین پس صد فیصد به شما اطمینان میدم که در آخر ماه یک ماه یا دو ماه بعدی از شما بسیار کامنت های مثبت به دست میارم دیگه دوستای گرامی فکر میکنم که بله درس ما به پایان رسیدک و درس ما به منجا به پایان میرسد شما را به خدای یکتا و یگانه یک میسپارم باز هم از یاد نبرین چینل همراهتان سابسکرایب کنین با دوستا شیر کنین کلام سوال انتقاد پیشنهاد پازیتیو نیگتیو بنده در خدمت تان است درس ما اینجا به پایان میرسد تا درس بعدی خدا حافظ و نگهدارتان.